تلاش است با ایجاد این شوراها روند بازسازی را در ولایت هلمند گسترش دهد. در همین حال یک افسر پلیس قماندانی امنیه این ولایت نیز از سوی طالبان مسلح کشته شده است. روح الله الهام از ولایت هلمند. ایجاد شوراهای انکشافی در ولسوالی های ولایت هلمند در جنوب اقدامی است که دولت می‌خواهد روند بازسازی در این ولایت را از آن سرعت دهد. اما روند قتل اعضای این شوراها در یک سال گذشته توسط مخالفان مسلح دولت در ولایت هلمند نگرانی هایی را با وجود آورده است. تا کنون بیش از 10 نفر از بزرگان قومی و اعضای این شوراها در ولسوالی های ناوه، گرشک و مارجک کشته شدند. روز گذشته محمد لال، یک از بزرگان قومی و عضو شورای انکشافی در ولسوالی گرشک، حین ادای نماز در مسجد به قتل رسید. دیگه کوم مشران مرگ جواب له انداز دا ومو کې نو دا یو غلط ناورین دی، دا نو هم ولس د ملت خجالات وی او انداز کوم مشران نور ونسې کول شي د دولت او د ملت تر مابې د ټول حیثیت غوړه کې چې د ملت او دولت را نږدې کې. اما داود احمدی سخنگوی والی هلمند میگوید با آغاز روند شفاف سازی برنامه‌های بازسازی در این ولایت، منافع برخی افراد و به خصوص طالبان با خطر مواجه شده است. اکثرا همو کارهای بازسازی که میشد و اینجا پروژه گرفته میشد بودن مناطقی که ناامن بود، در کنترل دولت نبود، اینجا باز نصف پیسه به طالبان داده میشد. با ایجاد همین شوراهای اجتماعی که در ولسوالی ها ایجاد شد، منافع طالبا و همون کسایی که در این شریک بودن و اونا در خطر افتاد. اعضای شوراهای اجتماعی هشدار میدهند که در صورت ادامه قتل همکارانشان، دولت حمایت بزرگان قومی را از دست خواهد داد. اما داود احمدی تأکید میکند که این برنامه با کامیابی پیش خواهد رفت. تا کنون در ولسوالی های نادعلی، ناوک، گرش، گرمسیر و مارجع این شوراها ایجاد شده است. دولت امیدوار است تا شفاف سازی روند گزینش اعضای این شوراها بتواند امنیت را بهتر تأمین کند و بازسازی خوبتر انجام شود. روح الله الهام، تلویزیون نگاه، هلمند. برنامه را با نگاه گذراه از چند رویداد دیگر در داخل و از خارج از کشور ادامه می دهیم. تعیین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی به مشوره گذاشته شد. این مشوره در جلسه مشورتی مطرح شد که به ریاست حامد کرزی و با اشتراک معاونان رئیس جمهور و شماری از مقامهای سیاسی و جهادی کشور برگزار شد. در این جلسه در مورد تعیین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و اعضای خارجی کمیسیون شکایات انتخاباتی تبادل نظر صورت گرفت. بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، در این جلسه حضور دو عضو خارجی در ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی مورد تایید قرار گرفت. در نهایت شرکت کنندگان خواستار همکاری جامعه جهانی در برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان تعیین شده آن شدند. مقام ها در وزارت خارجه اعلام کردند که زلمه رسول وزیر امور خارجه به منظور شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است. گفته می شود که این سفر به دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس دوره شورای امنیت انجام می شود. سخنگوی این وزارت می گوید که وزیر خارجه برای حضور در جلسه شورای امنیت سازمان ملل که بر سر چگونگی تعمیم دموکراسی در کشورهای جنگ زده بحث می کند شرکت کرده است. مسافرت جلال خان وزیر خارجه افغانستان جهت اشتراک در بحث شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تعمیم ارزش‌های دموکراسی در کشورهای جنگ زده است. هی دعوت، این مسافرت البته به دعوت سرمنشی سازمان ملل متحد و وزیر خارجه ژاپن صورت گرفت. مقام‌ها در قوه عدلی و قضایی می‌گویند که عاملان قتل عبدالله رئیس عمومی هلال احمر ولایت تخار را به شد مجازات محکوم کردند. آقای عبدالله در روز اول عید قربان به ضرب گلوله به قتل رسید. بنابر تحقیقات اولیه، این قتل بنابر دشمنی های شخصی صورت گرفته است. رئیس کشته شده هلال احمر ولایت تخار یکی از فرماندهان سرشناس در دوره جنگ های داخلی در این ولایت بوده است. سامی علی احمد ولد عبدالخلیل را به اتهام قضیه قتل مخدوم عبدالله رئیس سرمیاشت ولایت تخار به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم نمودیم و تو قماندان عبدالخلیل ولد الاغبای
به مدت 16 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم و توش و محمود ولد محمد علی را در فقره مذکور به مدت 10 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم. وزیر دفاع آلمان در سفرش به افغانستان با افزایش تجهیزات نظامی توافق کرده است. این تصمیم به منظور کاهش تلفات ناشی از انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای و حمله به وسایط نیروهای آلمانی گرفته می شود. آقای کوتنبرگ سفارش 60 واسطه زیرهی را به یک شرکت سوئیسی داده است. با گزارش خبرگزاری دویچه وله، آلمان در مجموع 975 واسطه زیرهی در افغانستان دارد که گفته می شود حداقل 600 دستگاه آن به دلیل آسیب دیدگی باید تبدیل شود. وقوع آتش فشان در آیسلند سبب لغو پرواز هواپیماها در بریتانیا شده است. مؤسسه کنترل ترافیک هوایی بریتانیا اعلام کرده است که این محدودیت را به دلیل آسیب رسیدن با ماشین هواپیماها گرفته است. بر اساس این تصمیم تمام پروازهای داخلی و خارجی که از محدوده هوایی بریتانیا عبور می کند تا عصر روز جمعه به وقت گرینویچ لغو شده است. در اسکاتلند هم مسئولان تمام فرودگاه های این کشور را تعطیل کردند. یک فرمانده مشهور طالبان در عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و افغان در ولسوالی مرجع ولایت هلمند کشته شده است. ملا کرم قماندان طالبان که به ملا سالیس مشهور است، شب گذشته در منطقه چهارراهی چوری ولسوالی مرجع در یک عملیات ویژه به قتل رسیده است. داود احمدی سخنگوی والی هلمند میگوید که این قماندان طالبان در کار گذاشتن ماین‌های کنار جاده و سازماندهی عملیات علیه نیروهای افغان و خارجی دست داشته است. در مقابل طالبان ادعا کردند که شماری از نظامیان خارجی را در ولسوالی نادعلی این ولایت کشتند، ادعایی که از سوی منابع دولتی و یا هم نیروهای ائتلاف تایید نشده است.